سلام به فراخبر امشب خوش آمدید. مهمانم در این برنامه احمد جواد عثمانی، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان است. خوش آمدید آقای عثمانی. تشکر. برنامه از بحث کرونا آغاز بکنیم. انتشار ویروس چگونه است؟ بسیار کوتاه. وضعیت ما شما در مقایسه با دو ماه قبل به مراتب بهتر هستیم. انتشار ویروس در دو ماه قبل قسمی بود که تعداد وقایع مثبت ما از تمام سمپل هایی گرفته میشد بین 60 تا 65% بود. برای فعلا در جریان 3 هفته گذشته اینمی مثبت شدن وقایع که سمپل گرفته میشه بین 10 تا 15 تا 20% اما حد اعظمش بودن که نشان میده که ویروس سیر نزولی رو به خود پایین بوده. همچنان وقایع وخیم و شدید به شفاخانه مراجعه میکنن، وقایعی که به شکل سراپا در شفاخانه مختلف مراجعه میکنن کمتر شده. این نشاننده عزیز تن که سیر نزولی ما میپیماییم و وضعیت خوب داریم. بسیار خوب. به دیگر مبارزه با ویروس کرونا یک اولویت نیست به وزارت صحت؟ از نظر هدف که سازمان سی جهان و وزارت صحت ما تعیین کرده ای است که ما تعداد وقایع مثبت که از سمپل های گرفته میشه، نمونه که گرفته میشن، باید که کمتر از 5% شود و این حالت حداقل بر 3 هفته دوام پیدا کنه. در اون زمان ما گفته میتونیم که ویروس کرونا تحت کنترل آمده. هنوز هم مبارزه ما نیاز است. بله بله. بسیار خوب. با چی امکانات چقدر گسترش یافته ظرفیت؟ ظرفیت ما در مقایسه با 3 ماه پیش به مراتب بیشتر شدن. مثلا در تمام ولایت افغانستان فقط 1 شفاخانه و 1 وارد از شفاخانه به خاطر تجدید مریضای کرونا در نظر گرفته شده بود. بر فعلا تمام مراکز ما از سطح 1 قریه که ما مرکزی اساسی میگیم، مرکزی جامعه گفته میشه، سطح ولسوالی شفاخانه ولسوالی است و تمام ولایات شفاخانه ولایتی و شفاخانه ملی که در کابل بیش از 10 شفاخانه ما آماده به این هستند که واردای تجدید در آماده شدن و خوشبختانه به اساس گفتگویی که با بانک جهانی داشتیم قبول کردن که بودجه مؤسسات غیر دولتی که در ولایات مختلف افغانستان کار میکنن، در 31 ولایت افغانستان بین 7 تا 10% افزایش بدن. یعنی که مراکز ما تمامشان اکمال شود با مواد محافظت شخصی و دوا تجهیزاتی که به خاطر مبارزه با کرونا نیاز است. و در پلی از او ظرفیتی که ما به خاطر تشخیص داریم از در گذشته تنها 8 مرکز داشتیم که فعلا این 8 مرکز در بخش خصوصی بود که به 10 مرکز افزایش پیدا کرده و همچنان تعداد مراکز ما 2 مرکز جدید در بندر آقینه و تورغندی دمی هفته فعال شده. این ظرفیت تشخیص و بخش تداوی و همچنان آگاهی دهی بیشتر خوبتر شده. بسیار خوب. یک شفاخانه 300 بستر را در هرات بستن. بله. به خاطر اینکه تعداد وقایع کرونا کمتر شده بودن این تصمیم نه تنها در هرات بلکه در اکثریت ولایت افغانستان گرفته شد که تا ما بتانیم که از ظرفیت های موجود استفاده کنیم. در اوجه وقایع کم بود به شفاخانه های دیگه انتقال داده شد و آیسته آیسته وقایع خفیف و متوسط بودن و هم بیشتر در خانه ها تحت مراقبت قرار بگیرن. هدف ما ایست که منابع را به شکل بسیار محصر به استفاده برسانیم. نه تنها او بلکه یک تعداد زیادی از با استفاده از فرصت براتون بگم که در جریان 2.5 ماه گذشته که ما مسئولیت این وزارت گرفتیم مجموعا 79 میلیون دلار آمریکایی در ابتدا وقتی که ما آمدم وزارت صحت ما قرضدار بود و یکی که فعالیت های پلان شده بودن که وزارت صحت ما بر ازو بودجه نداشت. امروز امو قرضداری ما به 15 میلیون دلار رسیده. اسناد به شکل مستند موجود هستند که طور مثال چندین قراردادی که نیاز به او نبود و ما دوباره کارشناسی کردیم بر اساس نیازمندی ها آنچه که نیاز نبود او قرارداد را توقف دادیم و چندین قرارداد ما لغو شد. به عوض از او بالای جاهایی تمرکز کردیم که به او بیشتر نیاز داریم. طور مثال دیروز اعلان 10 کارخانه یا فابریکی تولید کننده اکسیژن در وبسایت اداره تدارکات ملی اعلان شد که ارزش 5 میلیون دلار در حدود شد که تدارک شده یا کمتر یا بیشتر از او. بین شکل دستگاه تولید کننده اکسیژن یا اکسیژن کانسنتریتر 506 پایش ما خریداری کردیم از کشور چین و در حدود 500 پای دیگر هم در حال خریداری هستیم و به تمام شفاخانه های ولسوالی که بیش از ما 85 شفاخانه ولسوالی داریم همین دستگاه کوچکه که از هوا اکسیژن میگیرن و به مریضا اکسیژن آماده میساز، اکسیژن صحی آماده میشن. یعنی که ما در جایی که نیاز نبود مصرف کم ساختیم و در جایی که واقعا نیاز اشد ضرورت بود مصرف خود بیشتر ساختیم. دستگاه تولید کننده اکسیژن
گفته میشه یکی از دستگاه ها که ظرفیت خوب هم داره در یک کانتینر در یک بخش شهر کابل غیر فعال نگهداری میشه، کمک روسیه است. اطلاعات شما چیست؟ یک تعداد دستگاه های بله به افغانستان کمک شده بود از طریق اداره انکشاف ملی مورد ارزیابی قرار گرفت که متاسفانه بیش از 15 سال در یک جای نگهداری شده بود و حتی بر اساس کارشناسی که صورت گرفتن امکان ترمیم و یا مجدد از او موجود نیست. بدون فعال شدن بله. خراب شدن. چرا؟ خب وقتی که 15 سال دستگاه تولید کننده اکسیژن یا پلانت یا فابریکیش مورد استفاده قرار نگیره، در اوج طبیعت درست نباشه، نگهداری به شکل درست صورت نگرفته باشه، بیش از 15 سال بدون شک او از بین رفته. در 15 سال نیاز نبوده است؟ نیاز بوده، باید فعال میشده در شبکه‌های مختلف کابل، نه تنها در جریان بحران کرونا، پیش از او هم اکسیژن به تمام شبکه‌های افغانستان نیاز بوده برای مریضای خصوصا در فصل سرما و همچنان برای مریضای قلبی تنفسی همیشه نیاز بوده. بسیار خوب، شما پیش از اینکه به سرپرستی وزارت صحت برسین مسئولیت‌های داشتین در وزارت صحت، هم به ویژه در بخش ارتباطات و جلب کمک ها، از این دستگاه بی خبر بودین؟ این موضوع است که مربوط به ریاست عمومی امور فارمسی و بخش های دوایی و تصدی امور فارمسی می شده که بیش از 15 سال قبل با وزارت صحت هم آمدن. من پیش از او در وزارت صحت هم رئیس روابط بین المللی وزارت صحت هم بودم بر مدت 3.5 سال که وظیفه من بیشتر امانگی و ارتباطات با همکارای ملی و بین المللی بوده و مسئولیت مشخص در این بخش ما نداشتیم. بسیار خوب، این دستگاه هم کمک روسیه است. شما در هماهنگی انتقال به دست آوردنش نقش داشتید. موضوع 15 سال پیش بوده، ما در 15 سال قبل در وزارت صحت هم کار نمی‌کردم. بسیار خوب، خبر هم نداشتین از این دستگاه؟ چندین مراتبه من به یاد دارم در دوران وزرای قبلی بالای از این کار صورت گرفته، مگر متاسفانه که نتونستن که فعال بسازن. ما بر اساس آخرین گزارشی که از طریق اداره انکشاف ملی به من رسید و به وزارت صحت هم رسید، متاسفانه این دستگاه کاملا از کار رفته. بسیار خوب، یعنی به زیان رسیده به وزارت صحت؟ بدون شک. کسی هم مسئول این کار است؟ بدون شک باید مورد پیگرد قرار بگیرن که در وقت که آمدن کدام ادارات و کدام اشخاص مسئولیت ازیری داشتن که باید فعال می ساختن که این کار صورت نگرفتن. در جریان فعلی من بر شما تصدی خود برتون میگم که مقدار زیاد اجناس و اموال در مثال در شبخانه نایب امین خان لوگری در حدود 3.5 میلیون دلار تجهیزات وسایل طبی از طریق کشور پاکستان کمک شده. ما بر روز اول به اوج سفر داشتم که متاسفانه اکثریت از او در بین تکوی گودامات ذخیره شده بود، بدین از اینکه اوج هم یک دستگاه تولید کننده اکسیژن داریم که از مدت یک سال به این طرف فعال نشدن. همراه با جناب والی صاحب و مسئولین محلی تصمیم گرفتیم که هر چیزی تر او را فعال بسازیم. تیم عملا کار را شروع کردن. شفخانه کووید نزده تر مثال ولایت لوگر در یک لیلیه جا برشته بود، در انتقال دادیم به شفخانه نایب امین الله خان و خود شفخانه را مسئولیت شد دادیم به یکی از مؤسسات غیر دولتی که در یک جای بسیار کوچک عرضه خدمات سی میکردن و امی دلیل بود که از سبب نبود عرضه خدمات سی به خصوص به خاطر مریضان عاجل در واقعی که در شب هیچ اتفاق افتاد، اکثریت مریضا به کابل به شفاخانه ایمرجنسی انتقال داده شد. تشکر. در بحث همون دستگاه کمک شده روسیه چی اقدام کردین وقت خبر شدین در انبار نگهداری میشه؟ خب اقدام مهمی است که وقت دو نیم ماه پیش که من به وزارت صحت من تقریبا آمدم، یک تیمی را در ابتدا من خودم شخصا مشخص ساختم از رؤسای مختلف از بخش‌های مختلف به من گزارش داده شد که یک دستگاه یا پلانت یا فابریکی تولید کننده اکسیژن است. تیم ها هم مشترکاً را با اداره انکشاف ملی ارزیابی کردن. این می نتیجه است که من به شما میگم که نتیجه خوب کسانی که بدون استفاده خراب ساختن باید مورد بازپرس قرار بگیرن. اقدام کردین، اعتراض کردین، درخواست دادین، پیشنهاد کردین؟ خب این گزارش مقدماتی بودن، افراد و اشخاص و بخشایی که دی زی دخل بودن شناسایی میشن، بدون شک باید به ادارات عدلی و قضایی به خاطر پاسخگویی معرفی شون. گفتین که انتشار و گسترشش کاهش یافته اما تهدید هنوز موجود است. تهدید پا بر جاست، اما قسمی که پیش بینی از موجود اوم کرونا در اروپا، آمریکا و تمام کشورها صورت گرفته، ما به مسابقه یک ملت و یک کشور نمیتونیم که از این مستثنا باشیم. به می خاطر هشدار میتیم به مردم خود که مراقبت های سیره مد نظر داشته باشن و از طرف دیگه خود وزارت صحت هم با همکاران ملی و بین المللی خود آمادگی را دارن که اگر خدای نخواسته موجودم آمدک
ما باید نسبت به بار اول آماده تر باشیم و بتونیم در مقابل از این بران مجادله بیشتر خوب تر کرده باشیم. بسیار خوب، بیشتر رفتیم به بحث دستگاه بزرگ تولید اکسیژن، بحث هرات باقی ماند، شفاخانه 300 بستر که بسته شده. میخواستم بپرسم موج دوم رسیدنش وجود داره، احتمالاً خواهد رسید در برخی از کشورها چون این شده. هرات هم مرز با ایران است، در ایران موج دوم بسیار ویرانگر بوده و پرتلفات. تصمیم بستن این شفاخانه در هرات مناسب حال بوده؟ خب در حالت موجود شما ببینید که بودجه که ما داریم این باید به شکل بسیار محصر و شفاف استفاده کنیم. بودجه به خاطر عزیز که به خاطر مریضات، دوا، امکانات بستر و تشخیص و تداوی شده ما باید فراهم کنیم، نه به خاطر عزیز که کارمندان سید دوجه ماش بگیرن. در اکثریت ولایت افغانستان ما متعهد دادیم که تعداد کارمندایی که به شفاخانه های کووید 19 گرفته میشن در بخشای ای بخشا کار میکنن مطابق به تعداد مریضا باشن. مثلا در شفاخانه افغان جاپان شما سر صدا را میشنید که بیش از 770 نفر کارمند بودن، امروز ما با 280 نفر آوردیم. مجبور هستیم صرفه جویی کنیم در مصارف خود و زمانی که نیاز داشته باشیم مجددا کارمندای خود قرارداد کتشان میکنیم دوباره میگم خاطر از این انعکاس این اقدام شما در بیرون از وزارت نزد مردم این است که چون کار واگذار شد به بخش خصوصی، حال بگونی تلاش میشه تا ظرفیت دولتی پایین آورده شود و زمینه بیشتر به بخش خصوصی فراهم شود، یک تجارت کلان در راه است و در جریان. این برخلاف شما راجع به ایراد مشخصا بگویم که تمام سلط واگذار شده بود به امو کمیته اصرار ولایتی، این تصمیم از کابل برشان اتخاذ نشده که شما نظر به نیازمندی میتونید تعداد شفاخانه را بیشتر بسازیم یا کمتر. شما در جریان هستین که یک شفاخانه 100 بستر که از طریق واید ملاتی هر در ایراد ایجاد شده او را ما هم فعال ساختیم از طریق دفتر طبیبان بدون سرحد. در کابل امروز ما تنها یک شفاخانه افغان جاپان و شفاخانه علی جنانی بلکه 10 شفاخانه کابل، شفاخانه رابی بلخی و زید اکبرخان، ملاله، استقلال، جمهوریت شفاخانه هستند که عملا هر کدامشون بین 20 تا 30 بستر کرونا در اوجه فعال هستند. یعنی ما ظرفیت خود زیاد ساختیم. ظرفیت آزمایش در شفاخانه به چند میرسه؟ ظرفیت آزمایش در شفاخانه موجود نیست، بلکه تنها امو تیمایی که ما به شرط سیار داشتیم در مکاتب ایر جمهوری کردیم آوردیم به شفاخانه و در شفاخانه از مریضایی که مشکوک میباشن و مریضای مشکوک رو ما کاتگوری کردیم که از هر مریض باید سمپل گرفتن شن. کسانی که سنشان بلند است، امراض مترافقه دارن و یا کاندید هستن، امو اراز والایمشان بسیار واضح هستن، از سمپل گرفته میشن به لابراتوار مرکزی و به شفاخانه افغان جاپان که در اونجا ما ظرفیت تشخیص داریم. این پلان نیست که ما در هر شفاخانه کابل ظرفیت تشخیص یعنی لابراتوار در اونجا ایجاد کنیم، چون لابراتوار شرایط خاص خود دارن، اون ما باید در نظر داشته باشیم. حداقل ظرفیت نمونه برداری باید نمونه برداری داریم ولی در تمام از شفاخانه که بله. بسیار خوب، در بحث تهدید بیشتر پرسیدم از شما، رفتیم پس به ایراد. در کنار بحث جرگه که شما یادآور شدین که 3600 تن کم و بیش در این جرگه حضور داشتن، در شهر هم شما رفت آمد دارین این روزها، از رعایت توصیه های بهداشتی هیچ خبر نیست؟ خب اول در قسمت جرگه دیجه یک سوال بسیار کلان ملی من را بود که مردم بالاخره از سطح شخص اول مملکت، رئیس جمهور، رئیس به شورای عالی صلح، تمام بزرگان سیاسی و جهادی و بالاخره مردم افغانستان از 34 ولایت افغانستان گرده هم آمدن تا بالای سرنوشت مرد با زندگی خود تصمیم بگیرن، تا خطر قبول کردن. ما در گذشته هم گفتیم و حالا هم گفتیم که ما از قبل میفهمیدیم که جمع شدن 3300 نفر در یک زیر یک سقف یک خطر است، اما مردم اعتراض نکردن، اما مردم این خطر و دولت و ما هم قبول کردیم به خاطر اینکه ما از کشت خون جوانان افغان که هر روزه از باعث جنگ حیات خود از دست میتن جلوگیری کرده باشیم، اینمی خطر قبول شد. اما یعنی موضوع ویروس کرونا نسبت به موضوع خطر جنگ، اگر ما ببینیم که تعداد
افرادی که در کرونا جان خود از دست دادن و تعداد کسانی که از باعث جنگ روزمره و این جنگ که هیچ تمام نمیشه این را مقایسه کنیم، این فواید ما به مراتب نسبت به آنچه که ضرر بر ما میرسید بیشتر بود. این قسم یک تصمیم میگی بودن در شهر بله ما هم گشت گذار دارم، بعضا تا سودای خودم از هفته گذشته ما از شهر گرفتم از کروچه‌ای که به شهر دست فروشی میکنن، واقعا وضعیت نگران کننده است. مردم اکثرا از ماسک استفاده نمیکنن، فاصله اجتماعی بسیار کم مراعات میشه و بعضا دیده میشه که قول دادن و بغل کشی هم تا جای دوباره آهسته آهسته اثر گرفته شده که واقعا این نگران کننده است. بسیار خوب، چند پرسش در میان میگذارم. جمع پرسش که درباره وضع شهر بود. دانشگاه های دولتی و غیر دولتی را مشروط اجازه اثرگیری فعالیت دادین، نظارت میکنین؟ نظارت در قدم اول وظیفه خود وزارت محترم تحصیلات عالی و همچنان به معارف که از قرار است که در ماه جدید آغاز شوه به رضا واگذاشتن و وزارت صحت عامه تیم ریاست و نظارت ارزیابی ما، ریاست های صحت عامه ما در کابل و در ولایت امراه بیا کمک میکنن از نظر تکنیکی، بلکه نظارت صورت گرفته در یک جاها متاسفانه که به شکل درست مراد بله. نشد از دانشگاه کابل امروز یک رسانه گزارش تهیه کردم در یک صنف 7x6 یا 6x7 متر نزدیک به 60 دانشجو 57 دانشجو دقیقاً حضور دارن. مسئولان دانشکده ها گفتن که از آغاز تا حال به خاطر تهیه مواد ضد عفونی و شوینده هیچ اقدام نشده است، پوشیدن ماسک خبر نیست. واقعا وضعیت نگران کننده است. من پیشترم گفتم که چه شما باید وضعیت نگران کننده است، خب بفهم است آقای وزیر، اما چه باید شود، چی میتونین بکنین؟ ما تحت شرایط بسیار خاص به مکاتب و پنتونای اجازه دادیم که فعالیت کنند. اما وقت مراد نمیکنن، اقدامات تدابیر ما باید بگیریم که در قدم اول باید توصیه داده شود که توصیه برای یک تعداد از مکاتب و پنتونا داده شدن، ارقام دیگه شما را شما شریک میسازم به کدام جای توصیه داده شدن. بار دوم اگر مراد نمیکنن باز ناگزیر هستیم که جریمه کنیم و بالاخره در عظمی مکاتب و پنتونا ما بسته کنیم. چه زمان میبره این پروسه ها؟ این پروسه ها در ظرف دو ماهی، در ظرف یکی دو هفته بعدی شما خواهد دیدین که امو نهادایی که امو توصیه های بهداشتی ما را مراد نمیکنن بسته خواهد شدن. تا حال که نکردن چند روز گذشته چه کردین؟ خب بیش از یکی دو هفته برایشان توصیه داده شده، کمک شده، چک لیست های بسیار منظم امروشان شکل ساخته شده که به این شکل باید و امو توصیه را مراد کنن. بسیار خوب، درباره گواهی نامه که برای سفر شهروندان نیاز دارن مشکل وجود داره. سند برخی از آزمایشگاه ها معتبر نیست نزد کسانی که مراقبت میکنند در میدان های هوایی. مشکل در چیست؟ ما دو روز پیشم امرای آقای وفایی زاده رئیس عمومی هوانوردی ملکی صحبت داشتم که گفته شد، بر من گفته شده بود که گویا از یک تعداد از مراکز قبول میشه به واسطه شرکت های هوانوردی و از یک تعداد قبول نمیشن. امروز با تمام شرکت ها جلسه گرفته ریاست محترم هوانوردی ملکی و این موضوع را به پیش ما اسناد موجود هستن کاملا رد کردن و هیچ شرکت ای را نگفتن که بر ما کدام لابراتوار مورد تایید است و کدامشون مورد تایید نیست، بلکه تمام لابراتوارهایی که از طریق وزارت صحت عامه دولتی و خصوصی جواز فعالیت دارند ما امروزشان شریک ساختیم، در وبسایت وزارت صحت عامه موجود هستند. خب تمامشان قابل قبول است. دقت نبوده، دقت سبب شد تا یک خطوط هوایی ترکی پروازهایش را به کابل متوقف و سازه، بسیار یک بحث جدی نبوده برای شما؟ موضوع از این قرار است که وقتی یک کس تست کرونا میشن امکان داره منفی باشن، وقتی که به میدان هوایی میرن اگر دوجه یک نفر هم مصاب به کرونا باشن امکان داره کسایی که دو طیاره سفر میکنن و یا اکثریت مسافرای مشکل را داشتن، خب اگر یک نفر هم براتون گفتم که قرار باشه در جریان 500 600 و بالاخره یکی دو روزه که در شهر میباشن یا به میدان میرن با افراد و اشخاص مختلف در تماس میشن و یک نفر میتونه که تمام افراد مکانیزم نادرست ریخته شده به خاطر داشتن گواهینامه شیوه باید تغییر بیابه.
شیوه مناسب موجود هستند. هر ایالت میگن آسیب پذیری وجود داره، آسیب پذیری به این به خاطر خود مرض هستند. امیل از اگر شما تست کنین اگر منفی باشین یک ساعت بعد هیچ گونه تضمین وجود نداره در هیچ نقطه دنیا که شما وقتی مواجه میشن با دیگر افراد که تست شما دوباره مثبت نشه. تشکر. فرصت بسیار کم است، پرسش شما بسیار کوتاه درباره دستگاه‌های قاچاق شده تنفس مصنوعی چه شد؟ سفارت گفته که اگر میخواین میخرم برتان. بله، سفارت افغانستان در پاکستان اظهار داشته که یک تعداد دستگاه به اوجا قاچاق شدن. ما در صحبت های قبلی خودم امیر بیان کردم که امو دستگاهی که از طریق نهادهای بین المللی به وزارت صحت عامه افغانستان داده شده بودن، ما در تمام ولایت افغانستان تمام مراکز او را ارزیابی کردیم. این که اگر قاچاق شده باشه امکان داره که از طریق نهادهای غیر دولتی مثل شرکت ها افغانستان وارد شده باشه و از اینجا قاچاق شده باشه. بله. فرصت تمام است. آقای عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان تشکر کرد. دعوت ما را پذیرفتین و در ادامه هم یک گزارش درباره ویروس کرونا ببینید. افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در هرات نگرانی ها را از احتمال همگیر شدن دوباره این ویروس یک بار دیگر برانگیخته است. در یک هفته پسین 21 بیمار کووید 19 در هرات جان باختند و 164 تن نیز به ویروس کرونا مبتلا شدند. احصائیه نشان میده سروی وزارت صحت عامه که حدود 31% ما 31.7% مردم در واقع انتان ویروس تیر کردن، به معنی اینه که 69% دیگه مستعدن، 69% دیگه مستعدن و میتونن اینا پتانسیلی هن برای افزایش تعداد واقعات. به همین دلیل هم هست که ما هم نگرانی و هم آمادگی خود حفظ میکنیم. بی‌پروایی مردم در برابر ویروس و کرونا در شهر هرات نیز احتمال همگیر ساختن دوباره این ویروس را بیشتر ساخته است. میگم کاهش ویروس کرونا در افغانستان و جانه، از این خاطر اکثریت مردم وسایل ایمنی و بیدشتیر مراد نمیکنن. جلوگیری اصلی اینه که به خونه بمانیم. به خونه بمانیم ازینه به کار داره. ازینه نباشه، دولتی نباشه، قمی نباشه، غمخواری نباشه، بدون شک این کار کسی رعایت کرده نمیتونه. این ماسک یک چیز بسیار سطحیه. پزشکان هشدار میدهند که هر گونه بی‌پروایی در برابر ویروس کرونا کشور را با فاجعه انسانی روبرو میسازد. تجربه دیگه کشورها رو هم دیدیم، هر وقتی که مسائل اجتماعی رو دیدیم که رعایت نکردن و فواصل اجتماعی و موضوعاتی که برای اینا بیان شده بود رعایت نکردن، تجربه نشان داد که همه کشورها چندین مرتبه بحران رو سپری کردن و ما هم جدای از جامعه جهانی نیستیم، با متفاوت نیستیم و اگر رعایت نکنیم قطعاً که او سرنوشتی که به دیگه کشورها آماده و خیلی از کشورهای همسایه ما و شما حتی می‌بینیم که روز به روز اوضاع اینا بدتر میشه، ما هم جدا از اون کشورها نیستیم. پس از عید قربان یک بار دیگر شمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا در هرات افزایش یافته است. پزشکان علت اصلی افزایش رویدادهای مثبت ویروس کرونا در هرات را بی‌پروایی مردم در برابر این ویروس می‌خوانند. آن گونه که در شهر هرات هم دیده میشه، مردم کمتر مسائل بهداشتی را رعایت میکنند و در میان این جمعیت کسانی که حتی یک ماسک ساده پوشیده باشد کمتر به چشم میخورند. نصیر احمد صالحی، طلوع نیوز، هرات.